نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه دهم شعبان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در تشریح مفهوم ضابط بودن به عنوان یکی از صفات راوی فرمودند: ضابط از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از جمله صفات لازم برای راوی ذکر شده است و مفهوم آن این است که ضبط راوی باید متعارف بوده و کمتر از آن نباشد و فراموشی، اشتباه و اختلاط مفاهیم در آنچه به عنوان روایت نقل می کند زیاد نباشد. معظم الله در ادامه فرمودند: وگرنه هر انسان غیر معصومی اشتباه می کند و ممکن است دچار اختلاط بشود، لذا اگر ضبط راوی در حد متعارف باشد اشکال ندارد، حتی اگر بعضاً دچار اشتباه شده باشد. ایشان در رابطه با مواردی که اشتباه راوی محرز شد فرمودند: اگر در بررسی سند محرز شد که راوی اشتباه کرده، به آن روایت عمل نمی شود، اما تا محرز نشده، اگر احتمال اشتباه داده می شود، اصل در عدم اشتباه است. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با شرط عدالت راوی فرمودند: عادل بودن در راوی لازم نیست و مشهور بین فقها این است که اگر راوی ثقه باشد کافی است ولو عادل نباشد، لذا ثقه بودن راوی کفایت می کند، یعنی انسان بداند که لسان راوی لسان صدق بوده و فرد دروغگو نیست، بنابراین همین مقدار کافی است و نیاز نیست که احراز شود که آن شخص عادل است. معظم الله در رابطه با شروط لازم برای راوی فرمودند: ضبط راوی باید صحیح و قدر متعارف و نه کمتر از آن باشد، همچنین ثقه باشد یعنی راستگو باشد و نه حتما عادل باشد و مشهور بین فقها هم همین است. ایشان در ادامه فرمودند: راوی اگر از عامه باشد عادل نیست، اما اگر ثقه بود می توان به روایات نقل شده از او اعتماد کرد، همان گونه که برخی از راویان عامه مانند مسعدت ابن صدقه ثقه بودند. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. مثل عدی ابن عبی حمزه متاعینی صاحب اصل، اصلها از امام گرفتن یا از کسی گرفتن که مثل محمد ابن مسلم بوده، به ایشون احادیث وقتی که میاد فورا رد بکنن. تا اون زمانی که استقامت داشت به موسیقی جعفر شهیدشون نکرده بودن، ایشون اصلش درست بود، بعد از اون ایشون رو رد بکنه، یعنی تونست توی همان به حادث دست ببره؟ نه، همین علی ابن ابی حمزه بطانی که می فرمایید محل خلاف بین فقها ها. شیخ طوسی نقل اجماع کرده بر اینکه این احادیثی که در دست ما هست از علی ابن ابی حمزه بطائنی همش صحیحه، یعنی نسبت به علی ابن ابی حمزه صحیحه، چون کسی از ثقات، یعنی اون ثقاتی که از علی ابن ابی حمزه نقل کردن، حتما بعد انحرافش نرفتن ازش نقل کنن. این مال قبل انحرافشه که وکیل امام معصوم علیه السلام بوده. بله، بعضی ها مع ذلک این اجماع شیخ طوسی را نپذیرفتن، تا الان هم در معاصرین بعضی فقها ها هستن که قبول ندارن حدیث علی ابن ابی حمزه بطائنی. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان چهار مردان، کوچه شش، رأس ساعت 10:45 به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام، ماهواره 100، فرکانس 120.73 بیننده نشست علمی باشید.